اردوان روزبه خبرنگار در همین ارتباط اینجا همراه ما هستش. اردوان، از جزئیات این حمله برای ما بیشتر بگو. خب ما میدونیم صبح روز جمعه مردی وارد سفارت آذربایجان در خیابان پاسداران میشه با یک اسلحه کلاشینکوف که البته ظاهرا اعلام میشه که یک سلاح کمری هم به همراهش داشته که البته ما در تصاویر نمیبینیم این سلاح کمری رو، وارد میشه و به اعضای سفارت حمله میکنه. ویدیوها خیلی زود در اومده بیرون. چیزی که خیلی مهم است اینه که آنچه که ما میشتیم و میبینیم یک اتفاق پیاپی هستش، یعنی به محض اینکه ویدیو منتشر میشه پلیس تهران اعلام میکنه که فرد مظنون دستگیر شده و ساعتی بعد خبرگزاری داخل خبرگزاری دولتی یه مصاحبه از این آدم پخش میکنن که این مسئله کاملا شخصی بوده. به نظر میرسه که موضوعی که اتفاق افتاده همونجور که اشاره کردی خشم جهانیان برانگیخته، به خاطر اینکه سفارتخانه یک کشور در واقع خاک اون کشور هستش و وظیفه نگهداری و امنیت اون به عهده کشور میزبانه و به نظر میرسه که جمهوری اسلامی در این قضیه اثبات کرده که متاسفانه میزبان خوبی نبوده و شاید این به این دلیله که این خشم داره به وجود میاره. ما باید ارجاع بدیم به گذشته دیگه، در همین کشور در سال اوایل انقلاب سفارت آمریکا از دیوارش بالا رفتن و سالهای سال موضوع مناقشه شد. در سالهای بعدی ما دیدیم در سفارت بریتانیا همین اتفاق افتاده، دیوار سفارت رفتن بالا و سالهای سال موضوع مناقشه شده. در سفارت فرانسه و همینطوری اخیرا هم شما میبینید تعدی و تعرضهایی که به سفارتهای خارجی میشه. در واقع اون خشمی که در جامعه بین المللی داره ایجاد میکنه اینه که جمهوری اسلامی همتی برای رعایت پروتکل‌های بین المللی برای حفظ امنیت سفارتخانه ها که به نوعی میشه گفت خاک اون کشور هستن نداره. میدونید که یکی از موضوعاتی که عصبانی کرده آذربایجانو این هستش که امروز وزیر امور خارجه آذربایجان اعلام کرد که ما پیشتر هشدار داده بودیم که سفارتخونه ما در تهران نیاز به امنیت بیشتری داره، ولی جمهوری اسلامی این قضیه جدی نگرفته. همچنین از طرف دیگه ما میدونیم که یک تنشی بین جمهوری اسلامی و آذربایجان هست. واقعا با اتفاق امروز موضوع پیچیده تر شده. من اتفاقا سوال بعدیم همین بود، خواستم بگم که این حمله چه تأثیری بر تنش و روابط به در واقع ایران و آذربایجان خواهد گذاشت؟ اجازه بدید بگیم که این اتفاقی که امروز افتاد چه تأثیر جدی بر روابط جمهوری اسلامی و حتی بقیه کشورها خواهد گذاشت. به خاطر اینکه جمهوری اسلامی اثبات میکنه بر اساس تعهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی در مجموع رعایت نمی کنه، یعنی اون چیزی که به حقوق بین الملل تعریف میشه رو در جمهوری اسلامی به نظر مثلا خیلی جدی نیستش. از جمله ما میبینیم گروگانگیری های جمهوری اسلامی از اتباع خارج از کشور هم یکی از همین نوع هست. شما در حالی که تبعی یک کشور فرانسوی در خاکت میگیری و بدون هیچ شکل مشخصی، بدون وکیل، بدون هیچ چیزی به 40 سال 50 سال زندان نمیدونم محکوم میکنی یا در یک معامله و معادله میذاری افراد رو، و از اون طرف هم شما نشون میدی که به هیچ ابایی برای ایجاد عدم امنیت در روابط بین الملل نداری، طبیعی هستش که این وضعیت رو پیچیده‌تر خواهد کرد. جمهوری اسلامی در یک تنش با آذربایجان پیش از این بوده. شما میدونید جمهوری اسلامی آذربایجان رو پایگاه اسرائیل میدونه و از اون طرف آذربایجان باورش بر این هستش که در جریان موضوع حمایت از ارمنستان در جنگ‌های بین اونها در عمل موضع‌گیری کرده. خب در شرایط فعلی وقتی شما همچنین اتفاقی میفته میبینید که جمهوری آذربایجان اعضای سفارت رو فوراً میخواد که برگردن به کشورشون و شرایط ایران رو ناامن نشون میدن. چند مسئله اینجا به وجود میاد. بار دیگه یک موضوع مطرح میشه که آیا جمهوری اسلامی اون چیزی که بر حکومتی که بر خاک ایران داره در حال حاضر میکنه آیا به لحاظ روابط بین المللی کشور امنی هست یا خیر؟ و از طرفی این رو در واقع بهش دامن میزنه، یعنی به این باور دامن میزنه که جمهوری اسلامی نه تنها برای افراد معمولی و مردم خودش در خیابانها امنیت ایجاد نمیکنه و نمیتونه حافظ منافع اونها باشه، بلکه نشون میده برای اتباع خارجی هم نیست و حالا هم در عمل داره نشون میده در طول سالهای گذشته اگر لازم بوده این اجازه رو به کمپین ها و گروه های مختلف که میخواستن برخورد بکنن مثل همین کمپین ها که علیه آذربایجان تشکیل شده اجازه رو داده و امروز میتونه این یکی از اونها باشه، اگرچه که به دنبال این که اثبات کنیم مسئله کاملا شخصی بوده. بله، خیلی ممنون از توضیحات تردامن.